أخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وأنئم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراءه في دولته وأوصياءه في ملته رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بحمد وصفاص وستائش بيهات بار خداوند متعال وبا درود بي پایان بر محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الكرام وبا عرض السلام وأداب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حق جویان و منصفان. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این ساعتی را که انشاءالله در خدمتون خواهم بود آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید و شما سروران ارجمند را و شما برادران خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن سخن خداوند است و بهترین رهنمود رهنمود نبوی. در شهر سخن خداوند جل جلاله و منوالو هنوز رو آیه 41 هستیم از سوره یونس علیه و نبینا الصلاة والسلام. تلاوتش را بشنویم و بعد از اون تفسیرش را. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ما آیه 41 بله وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ
أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وإن كذبوك أي بيانبر أغر ترو تكسيب بكناند إن تكسيب صورت هاي متعدد داره يا سنتش را تكسيب كناند يا توحيدش را تكسيب كناند يا بجاي سنتش سنت های متعدد بتراشن مثل امام تراشن. با این حال می فرمد فقولی عملی و لکم عملکم، عمل من بر منه و عمل شما بر شماست، یعنی من شما را اجبار نمی کنم. چرا اصرار داری؟ انتم بریئون مما عمل، آنچه که من عمل می کنم شما بریئید و آنچه شما عمل می کنید من بیزار و بریئم. این سخن رو به این شکلی میگه برکه وجدانشون رو بیدار کنه که من از اعمال شما، از اعمال شرکی و بدعی شما بیزارم، نه اینکه این اعمال شرکی، این قبر پرستی ها یا غیر قبر پرستی ها اگه به نام اسلام داخل بشه بگیم وحدت، جزء وحدته. شرک شرکه، انکار ختم نبوت انکاره. میگه ولی پیامبر میگه خب سرنوشت خودتون دست خودتونه، بعد ذکر قبلا بیان کرد چه سرنوشتی در انتظارشونه. درست مثل این که طفلی را که بچه را، کودکی را که دوست نداره با پدرش بره، پدرش میگه ولش کن. وقتی میگه ولش کن در وسط راه تنهای و پشتیبان دیگه هم نداره، چه بسا که چنین اسلوبی، چنین روشی به درد تربیت بچه بخوره، بلکه این اسلوب درش تهدیده. انسان جز عملش مالک چیز دیگه نیست، هر کسی مالک عملشه، مالک عمل کردشه. هر چیزی غیر از عمل آریه، آریه که باز میگرده. انسان مالک چیه؟ آیا این خانه‌ای که به اسمت نوشته شده این خانه مال شما هست؟ نه، میرید و میگذاریدش. هر روز که انسان عمودی داخل نمیشه، یه روزی میاد که افقی خارج بشه. ولذا انسانی که خورده عاقل‌تره در خانه‌اش نشسته میگه وقتی من فوت کنم من کجا میشورید؟ کجا من کفن دفن میکنید؟ در این اتاق، در حمام، در آشپزخانه، در کجا؟ یعنی هر کسی یه روزی باید افقی از خانه خودش خارج بشه، خانه که درش نشسته. یه سال، دو سال، 20 سال، 50 سال نشسته در خانهش، خلاص مثل دروازهای فرودگاه ها دروازهای خروج نیستش. هر حال یه خروجی بدون بازگشته. پس خونه مال تو نیست، ماشینت هم مال تو نیست، دیگران کلیدشو میگیرند، خلاص شما برو پی کارت، دیگران سوار میشن. کمد لباسات تقسیم میشه، مال تو نیست. زمینی دارید، مثال عرض میکنم، قیمتش 100 برابر شده، اینم مال تو نیست. هر چه روی کره خاکی، روی هم کره خاکی میمونه، تو میری، جز عملت چیزی همراهت نیست. ای انسان، در آثار اومده که ای قیس، تو یک قرینی داری، یک همراهی داری که با تو دفن میشه، او زنده، یه زنده ای که با تو دفن میشه. تو وقتی مرده اید یه زنده با تو دفن میشه. ای چطور؟ اگه کریم باشه اکرامت میکنه،
اگر لئیم باشه تسلیمت میکنه. الا و هو عملک، همانا اون عمل کرد خودته، این عمل کرد، عمل اعمال با تو دفن میشه، هیچ چیز دیگه سراغت نمیاد. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به زمان، زمانه خرافیان دجال امام تراش میگن قسم به امام زمان، بلکه کل انسانیتو بخشیدن به بت موهوم. انسان بنا بهترین تعریف که امام حسن بصری سید تابعین سرور تابعین تعریف میکنه، میگه انسان عبارت از زمانه، عبارت چند روزه، هر روزی که از گذشت یه جزی از انسان قطع شده. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به زمانه، خداوند مکلف نیست که به چی قسم بخوره چی قسم نخوره، اون فعال مایشاست. من شماییم که مکلفیم، من شماییم که بنده او هستیم، باید حرفشو گوش کنیم. او مطلق الانانه و قسم به زمانه که انسان در خسارته. یعنی چی؟ یعنی هیچ کار دیگه هم نکنه، گذشته زمان اون رو به خسارت میندازه. تا دیروز کودک بود، امروز 40 سال ز عمر عزیزت گذشت، مزاج تو از حال تپلی نگشت، 60 سال 70 سال خلاص تمام شد، دوباره بازگشت به دوران کودکیش، حواسش پرت میشه، فراموش میکنه، بعدش هم بفرما در خروجی بدون بازگشت. پس انسان در خسارته. الا، همه حرف رو بعد الاه، جز آن که الذین آمنوا، آنهایی که ایمان آوردند. این ایمان، ایمان توحیدیه، ایمان شرکی نیست، اینا ایمان امام زمانی نیست، ایمان امامتی نیست، ایمان خرافه‌ای نیست، ایمان عیسی پرستی نیست، ایمانی است که همه پیامبران از آدم تا خاتم برش برانگیخته شدند. پرستش خداوند، توحید خداوند، رسیدن به خداوند، دل را به خدا تسلیم کردن، اسلام یعنی همین. دل تو به عیسی دادید، عیسی پرست شدید. دل تو به عزیر دادید، عزیر پرست شدید. دل تو به پیر و پاتال و قلندر دادید، پیر پرست و قلندر پرست شدید. دل تو به امام دادید، امام پرست شدید. دل تو به خدا دادید، خدا پرست شدید. تو مختارید، مختاری که دلتو به خالقت بدی یا باقی مخلوقات که مثل خودت هستن. قل لی عملی ولکم عملکم، بگو شما عملتون بر خودتونه. لات و منات و عزا و هبل میپرستید، علی و حسن و حسین و بدوی و گیلانی و دیگران میپرستید، عملتون بر خودتونه. لیکن قرآن این عملو نمیپذیره. قرآن میگوید که به زبان پیغمبر که من از اون چی که شما عمل میکنید بری و بیزارم، شما از عمل من بیزارید. یعنی بیایید یه خورده تعقل کنید، فکر کنید. انسانیت در خسارته. الا الذين امنوا، جز اونهایی که ایمان آوردند. بعدش چی؟ به ایمان اکتفا کردند که آقا ایمان در دله؟ نه، ایمان اونو که عمل تصدیقش کنه، و عمل الصالحات، و عمل نیک انجام دادند. قل در سوره دیگه، در سوره کهف، قل هل نربئکم بالاخسرین اعمالا، آیا شما رو به زیانکارترین مردم خبر بدیم که عملشون رو ضایع میکنیم؟ عملشون ضایع، اصلا شب رو سینه میزنن، زنجیر میزنن، خروپوف میکنن، روزه میخونن، همه این اعمال ضایع، روز قیامت بلای اینا عمل نیست. اونا کیانن؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، كار كوششون در دنيا بغمراهي كشن، برخلاف سنة پیغمبر، برخلاف قرآن أعمال انجام ميدن، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وغمان ميكنن كار خوب ميكنن، برا أهل بيت كار ميكنن، برا بزرگان كار ميكنن، برا پيران و پاتالان و قلندران كار ميكنن. آقا در اینجا نشسته، شيخ از فلان قاره دیگه مراقبشه، شیخ مردش مراقب اینه،
این در لباس تصوف، اما در لباس تشیع که هیچی، امام زمان همه رو با ریموت کنترل میچرخونه. چه بود های بالاتر از این؟ همین که گفتی مسلمانیم کافیه؟ همین حرفا رو هندو میزنه بت پرسته، مسیح پرست میزنه بت پرسته، مسیح پرسته، شما به نام اسلام بذارید بت پرست نیستید؟ علتی که شما را اشیه ارجمند به خصوص از قرآن دور کردن همینه، بلکه قرآن همه این دکانها را می سوزونه. و این کذبوک، اگر تکذیبت کردند ای محمد علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام، که این روزها مورد هجوم و اهانت سگان و گاوان و چرندگان و درندگان دنیا قرار گرفته، لیکن نور محمدی باقی خواهد موند و همه این ددان و درندگان خواهند رفت. و ان کذبوک، اگر تکذیبت کردن اهمیت نده، بلکه کسی که خودشو میشناسه، کسی که راهشو میشناسه، کسی که حقیقتو شناخته، کسی که توحیدو شناخته، کسی که خدایشو شناخته، به گفته مردم اهمیت نمیده. و ان کذبوک فقل لی عملی و لکم عملکم، من عملم برای خودم، عمل شما برای خودتونه. نگفت من ولایت تکوینی دارم، پف میکنم زمین و آسمان رو باد میبره، طوری که دجالان امام تراش ادعا میکنند و شیعیان رو فریفتن، امامت پف کنی درست کردن، امامت پفکی درست کردن، دریای خون جاری کردن در طول تاریخ به همین امامت پف کنی. فقل لی عملی ولکم عملکم، بگو عمل من برای خودم، عمل شما برای خودتونه، من از کار شما بیزارم، شما از کار من بیزاری. ولا در آیه دیگه، ولا تزر وزرت وزر اخرى، هیچ کسی وزر و مسئولیت دیگران به دوش نمیکشه، هر انسانی، مگر اینکه در گمراهیشون شریک باشه، ولی هر کسی مسئول اعمال خودشه. لیکن اگر اومد دیگران رو گمراه کرد، به جای خدا پرست امام پرست کرد، قبر پرست کرد، غلو و افراط و تفریط و در دین آورد، هم گناه خودش هم گناه دیگران. اما اصل برای اینه که هر کسی مسئول اعمال خودشه. این آیه و اشباهش اطمینان و آرامش رو به قلب رسول خدا صلی الله علیه و سلم میبخشه. نمی فرمود که اذا کذبوک، این کذبوک یعنی تکذیب و در مقام شک آورد، و لذا بعدش میگه که بگو که عمل من بر خودم و عمل شما بر خودتون. یعنی چی؟ یعنی تو مبلغید ای پیامبر، تو وظیفت رساندن رسالته، رساندن پیامه، دلها دست منه. اگر شیعیان ارجمند همین جمله رو میفهمیدند به خوبی، از همه این شرک و گمراهی ها نجات پیدا میکردند. و حاکزا بسیاری صوفیان، یعنی ای پیامبر تو به اونها برسون، من شما رو به زور وادار نمی کنم، لیکن خیر شما رو میخوام، خیری که بر من نازل شده میخوام اینو به شما برسونم. اگر شما به این خیر ایمان نیارید، به عمل من تأثیری نداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه پیامبر ولایت تکوینی نداره، پیامبر مؤمنان و کسانی که بهش ایمان آوردن پاداش خاصی نمیده، پاداش دست خداونده، بلکه وظیفه او و بعد از اون همه مؤمنان وظیفهشون ابلاغ رسالت پیامبره. ورز خداوند خواسته که این خیر عظیم به امتش برسونه که همه بشریت باشه، اما کسانی بر شر بمونن، این شر بر خودشون میمونه، برای که پیامبر و پیروانش آنچه را که خدا فرموده بر خود
و بر جامعه خود تطبیق میدن، عمل میکنن و شر کسانی که ایمان نمیارن یا شرک میورزن به خودشون باز میگرده. و اینایی که از ایمان دوری میکنن شاید به این گمان باشه در صدر اسلام که شاید دعوتگر که پیامبر خدا علیه السلام باشه استفاده دنیوی میبره، در صورتی که پیامبر خودش آنچه را که به دیگران میگه خودش عمل میکنه. ولی زنبات خلط مبحث کرد، او پیام رسانه، قلی عملی ولکم عملکم. و کلمه بری این ازش برداشت میشه که گناهی وجود داره، این در واقع مجامله یا مجارات با دشمنه. خداوند به پیامبر عظیم و شانش علیه السلام ادب گفتگو رو یاد میده که با دشمن چطوری برخورد کرد، با مخالف چطوری برخورد کرد. یا در حتی در سوره دیگه هم، در سوره سبا آیه 24 میخونیم و انا اویاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، ما یا شما بر هدایتیم یا در ضلالت روشن، یعنی من و پیامبر و مؤمنانی که با من هستند یا شما کافران، یکی از دو گروه بر هدایتیم. باید که پیامبر شکی نداره که بر هدایته، پیامبر یقین داره و یقین داره که کافران ناباوران بر گمراهی هستند. لیکن اینجا برای که شما با مخالفت مجامله بکنی یا مجارات بکنید تا اون شروع کنه فکر کردن. ورز خداوند این اسلوب و بارها به شما مخته، قل تسالون عما اجرمنا، اون چه که به نظر شما ما جرم میکنیم که مردم به خدا دعوت میکنیم شما از این سوال نمیشید. یعنی چی؟ یعنی فرض کنی که کاری که ما انجام میدیم جرمه، شما که از جرم ما سوال نمیشی که. این از ادب بزرگ رسالته، تا این حد تنازل میکنه. دوباره ولا نسال عما تعملون، از عمل شما ما سوال نمیشیم، نمیگه از جرم شما ما سوال نمیشیم. در این آیه با این اصول برخورد میکنه که هر کسی مسئول عملشه. خداوند به ما و شما توفیق بده که به نور نبوی چنگ بزنیم و از پیامبرش دفاع بکنیم. بر هر مؤمنی واجبه که تنصروه و توقروه تا پیامبر رو نصرت کنید و یاری کنید و احترام کنید در مقابل درندگان و چرندگان دنیا که به جان پیغمبرمان افتاده اند و او را اهانت میکنند. با هر روش درستی که هست بتونیم از پیامبرمون دفاع بکنیم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صل الله على سیدنا محمد و على آله و صحبه اجمعین. دوستان امروز من بقیه موضوعات رو کنار میذارم به خاطر اینکه دو سه روز پیام های شما رو نخوندم، اشکال و پنی داشتم. خلیل بلوچ گزارشگر ورزشی عمانی دیروز در پریروز چند روز پیش در واقع در شروع بازی رئال مادرید و مونشگلادباخ از سری بازی های لیگ قهرمان اروپا گزارش خود را با درود و صلوات و سلام بر پیامبر صلی الله علیه و سلم آغاز کرد و گفت ببین یه بازیگر با این روش میتونه از پیامبرش دفاع بکنه. و گفت اگر ما امروز از رسول الله صلی الله علیه و سلم دفاع نکنیم و از تریبون های خود برای دفاع از رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهره نبریم، آنگونه که آنها از تریبون های خود استفاده میکنند، چه شرف و عزتی برای ما خواهد بود. آفرین بریم. این کار خلیل بلوچ با استقبال فراوان مردم در شبکه‌های مجازی مواجه شده است. خدا خیرش بده. ابدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر.
وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها، وشفيعنا يوم الحساب. خیرش بده. در غزوه خندق، آنچون که در سیره میخونیم، اسلام کاملا در مدینه منوره مورد احاطه قرار گرفت، مورد محاصره قرار گرفت. لشکرهای دشمنان اومدن تا 3 کیلومتری مکه مدینه، تا 3 کیلومتری وسط مدینه، لیکن خداوند با مشتی خاک از همهشون دفاع کرد. مشتی خاک ریختن، غاری کندن، کسی نتونست داخل بشه، در صورتی که در داخل هم منافقان بودند و هم احزاب یهودی که خیانت میکردند. و بعضی ها گمان میکردند که این آخرین شبیه که مسلمانی در روی زمین هست. تا این حد مسلمانان ضعیف شده بودند. 10 سال بعد از این حادثه اسلام تونست کاخهای جرم و ظلم کسرا و قیصر رو از صفحه روزگار برداره. خسرو پرویز شکست خورد، کشته شد، قیصر روم فرار کرد و اسلام بر کل خاورمیانه تسلط پیدا کرد. ولذا ای مسلمانی که امروز ضعف اسلام رو میبینید، بر اسلام پریشان نباش. پریشانیت بر این باشه که آیا خداوند مشرفت کرده که در موقعی که هستید، در جایی که هستید، از این دین دفاع بکنید یا نه. یعنی بر خودت پریشان باش، بر دین پریشان نباش. آقایون ملاحظه بفرمایید، امروز صبح مامورین محترم کلانتری 12 خاش بدون همانگی، بدون حکم از دادگاه، ببینید اومدن توی این خونه ریختن، اینم رد کفش، با کفش روی لحاف مردم، روی بالش مردم، روی سفره مردم، ببینید چه وضعی روی خونه ریختن، بدون که حکم داشته باشن مامورین محترم، بدون که حتی در خونه رو بزنن. در خونه تو تمام دنیا وقتی مردم پلیس رو میبینه احساس امنیت میکنه، احساس راحتی میکنه، سری وقتی شخصی رو با لباس نظامی میبینن احساس راحتی میکنه، ولی تو خاش تو بلوچستان وقتی چشم آدم به مامور میفته انگار که به دوز سارق میفته، احساس ترس انسان میکنه، احساس هراس میکنه. علتش چیه؟ به خاطر این کارهای نیروی انتظامیه. ببینید آقا، شاید تو نمیدونم افراد درستی هم هستن، من نمیگم نیستن، آدم های خدمتگزاری هم هستن، ولی در کل نگاه کنید این بالشت مردمه، زیر سرش میره، مردم نماز میخونن. ببینید چه کار کردن این کفرل کفشای پوتین آقایون نیروی انتظامیه. چطور به نیروی انتظامی ما اعتماد بکنیم؟ این نیروی انتظامی واقعا نیروی انتظامیه که ما نیروی انتظامی کشور اسلامیه؟ عوض این که باید وقتی نیروی چشم به نیروی انتظامی بیفته احساس امنیت و آسایش بکنیم، برعکس باید بترسیم. ببینید باید وحشت داشته باشیم، چون کاراشون از سارقا بدتره. الان توی خونه اومدن بدون اینکه حتی در خونه رو بزنن، بیاد از این همسایه بپرسید، استلام بگیرید، حتی در خونه رو نزنن، حتی بدون حکم، حتی بدون حکم هم ندارن.
ما رفتیم مراجعه کردیم به فرمانده محترم، آقا چند تا نیرو بفرست برن خونه ما رو بازدید کنن. ها اینا با ما هماهنگ کردن. چطور مگه با شما باید هماهنگ کنن یا با قاضی هماهنگ؟ باید قاضی حکم بده یا شما؟ شما که هم اینجا خاص تمام نیرو زمانه از برده بالا تا پایین گرفته همدیگه حمایت میکنن، هیچ کس به داد مظلوم نمیرسه. این وضع برای که همشون شیعه اند اینا و دشمن سنیان، اونجا سنی ها رو به عنوان دشمن نگاه میکنن در کل بلوچستان. خونه اولا ببینید این وضع خونه بنده خدای اصل مریضی کرونا با کاشای آلوده، ببینید چه بلایی آوردن سر وسایل مردم. آیا همین انصاف، همین عدل، این اون چیزی که ما انتظار داریم؟ عدل علوی، عدل علوی که شیعه رهبران شیعه همیشه گوش مردم رو کار کردن باش. جمهوری اسلامی این واقعا نیروی انتظامیه. ببینید این از این اتاق چه وضعیه، ببینید چه وضعیه، بدون که حکم کس کشید حتی اجازه بگه، حتی در خونه رو بزنن، میگه واقعا چرا در رو ندید، هاشو در رو باز نکن. خدا من انتقام شما مستضعفان رو از این ظالمان بگیرد. إن الذين يؤذون وخداوند حق پیامبرش را به کسانی که بهش اهانت کرده اند نیز بگیرد. إن الذين يؤذون الله ورسوله وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. رقت ببینید چطوری با این کار هنری اسم سرورمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را می نویسند. علیه الصلاه و السلام و علی آله و صحبه الکرام. عینا شوقا و لطیبه ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي يا رسول الله. السلام عليك عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الكرام. اینجا شما یه چیزی فرستادی لیکن کوچکه، تو صفحه نشون داده نمیشه متاسفانه. نمیدونم چطوری نشون شدم، خیلی مهمه. صدها نفری از الجزایری ها رو که فرانسه می کشتند و بعدم در تمر گذاشتند برشون، تصویرشون در تمر پستیشون گذاشتند، ولی صفحهش بزرگ نمیشه پیش من متاسفانه. این کشیش متعصب نگاه کنید. اسلام La France sera musulmane demain. Ces petits sont invités à embrasser les...
l'islam. Ils sont un peu plus grands, mais ça se fait partout. Le prénom le plus donné à Bruxelles, c'est Mohamed, à tous les nouveaux-nés. Plus de 50% des nouveaux bébés sont appelés Mohamed. Ah, Bruxelles. Et c'est un peu partout en Angleterre maintenant, et ailleurs. Et l'église est là, frileuse, honteuse. Oh, oh, elle constate les dégâts, mais que fait-elle? Eh bien, moi, je vais mettre un plan. On va commencer demain. Demain, un plan, une stratégie de changement. این آقایی که یکی از متعصب‌ترین کشیش‌های فرانسه همین هم دعوت کرده بودن خلیج I love my prophet محمد peace be upon him دیروز بر ناموس پیامبرمان توهین ها می‌کردند و امروز باز فرزندان ابو جهل شروع به گستاخی و حتاکی بر ساحت مقدس رسول خوبی ها نمودند و با پخش کاریکاتورها از رسول مکرم اسلام قلب هر مؤمنی را تکه تکه کردند با این تفاوت که در آن زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم یاورانی همچون ابو بکر، عمر، عثمان و علی داشت که از ناموس و از شخصیت او دفاع کنند ولی امروز پیامبرت مظلومانه بدون هیچ مدافعی مورد توهین ملعونین قرار میگیرد و دریغ از حتی یک مدافع از جمع کثیر مسلمانان نه دریغ از یک مدافع نیست بسیار از مسلمان ها در همه جای دنیا شوریدند و این شورش ها تأثیر گذاشت این تظاهرات تأثیر گذاشت و یارو ناچار شد که در تلویزیون جزیره پیامش رو عوض کنه کلا اگرچه با تکبر صحبت کرد لیکن پیامش پیام سابق نبود تا 4-5 روز پیش گفت که اسلام در بحرانه ما امروز در جزیره میگه در از اسلام دفاع میکنه اگرچه این حرف همش سیاسی و دروغه Senin zaten süren az kaldı. Gideceksin. Gideceksin. Önce ben sana birkaç yıl önce ne demiştim? Bir telefon görüşmemizde bak tarih bilgin hiç yok. Önce tarih öğrendim. Ve Türkiye'ye tarih dersi verme. Bak biz sizi Cezayir'den tanırız. 1 milyon Cezayirliyi siz öldürdünüz. 800 bin Ruandalıyı siz öldürdünüz. Biz sizi Libya'dan tanırız. 100 binlerce Libyalıyı siz öldürdünüz. Bize insanlık dersi veremezsiniz. Biz Osmanlı olarak buralara gittiğimiz zaman barışı götürdük. Ve biz buralara gittiğimizde İnsanlığı götürdük. Önce bunu öğren. Tabii bunu hazmedemiyorum. Onun için çıldırıyorlar. Cevap hamle sag sang başad. Eğer hamuş binişini nang başad. حمله وحشیانه ماموران شهرداری و نیروی انتظامی به خانه های مردم محروم منطقه اسماعیل آباد مشهد و ضرب و شتم زنان و کودکان با هدف تحریب خانه ها به مردمی که 50 سال است در این منطقه زندگی می کنند و آه در بساط ندارند می گویند برای هر متر مربع 1 میلیون بدهید واقعا جای تأسف دارد حتما این منطقه سنی نشینند اطراف مشهد و توصیه تبسیه ملعون خدا لعنتش کند او را و خامنه ای را این بود که تا 60 کیلومتری قبر امام رضا که خود امام رضا سنی بوده یک نفر سنی نباید وجود داشته باشه و بعد از اون بود که مسجد شیخ فیض رو خراب کردند که خداوند خانه هایشون را خراب کند برو قبول دیگه بس خانم برو خانم آباد آباد برو 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 آ
خدا لعنت کند چنین دولتی را که با ملتش این چنین رفتار میکنه، که دولت صهیونیستی غاصب با ملت خودش یهود اینطوری رفتار نمیکنه. از مسجد رسول خدا صلی الله علیه و سلم. اینجا گویا که یه بدعته، بدعت مولوده که خرافیان مده یه تصوف رقص میکنن و یه نفر شیعه که لباس زرد پوشیده در میانشون وایستاده که حیران چکار بکنه. شما رو با خدا، این شد دین، این شد آیین، این شد عقیده. قرآن اینو میگه، سنت اینو میگه. آیا پیامبر خدا و یارانش و اصحابش و ائمه اربعه و ائمه بزرگ اسلام این کارها رو نمیدونستند و این اهل بدعت و این گمراهان و این جاهلان میدونند؟ بدعت مولودی را که دولت خبیثه فاطمیه از مسیحیت وام گرفته. ای
شامل اون آیه میشه که میفرماند بل ضلهم فی دینهم ما کانوا یفترون، آنچه که خود افترا میزنند بدعت میذارند این چیز اونها رو گمراه کرده. خدایا ما از این اعمال بیزاریم، نسل جوان عبرت بگیرید، فریبین ها رو نخورید. به اعترافات اجباری دختر آبادانی که از سوی مدیرش مورد تجاوز، از سمت خانواده مدیرش مورد ضرب و شتم و از سوی مأمور حراست مورد هتک قرار گرفت از صدا و سیما پخش شد. اون نه تنها اشاره‌ای به مدیر متجاوزش و مأموری که اون رو دستمالی کرده بود نکرده، بلکه خودش رو بیمار روانی خوند. رفتم سمت خونه‌شون، من زیر نظر دکتر مغز و اعصاب انقدر عصبانی بودم که حالت طبیعی نداشت. بازجو خبرنگار اعتراف گیر نمی‌دونسته که یک بیمار روانی باید تحت نظر روانپزشک باشه، نه دکتر مغز و اعصاب. البته بیمار روانی نشون دادن مخالفین سیاسی عقیدتی یا زنانی که مورد تجاوز قرار گرفتن یه روند طبیعی تو سیستم اطلاعاتی ایرانه. پیشتر ویدا موحد، بهنام محجوبی و کیانوش سنجری از زندانیان سیاسی و زهرا نویدپور که از سوی فرماندهی سپاه مورد تجاوز قرار گرفته بود و سپس کشته شد، همگی روانه خونده شدن. گویا تو این کشور قربانیان روانیان. دهله کشوری که روانی ها برش حکومت میکنند، لیکن روانی هاشون امام زمانی هن. چرا در پلیس کتک زدن متهمی یا مجرمی رواج داره؟ این مسئله به طور کلی در نیروی انتظامی یا در جمهوری اسلامی و در نظام دینی ما منسوخه. مرداد سپهری به دلیل درگیری خانوادگی دستگیر و با دستبند میله‌ای بسته شد. پلیس با اینکه اون راه فراری نداشت، بارها به قصد شکنجه به اون اسپری فلفل و شوکر زد. مرداد بر اثر خفگی ناشی از گاز فلفل پلیس جان داد. شباهت جنایت پلیس ایران با پلیس آمریکا که سبب کشته شدن جورج فلوید شده بود، سبب شد مرداد سپهری جورج فلوید ایران لقب بگیره. با این تفاوت که قاتل جورج فلوید به قتل درجه دوم که تا 40 سال زندانی در پی داره متهم شد و هر سه پلیس حاضر به دستیاری در قتل متهم و بازداشت شدند. اما مقامات قضایی ایران که گویا این فیلم رو ندیدن، مدعی شدن جوان مشهدی از قبل مرده بوده و پلیس برای اطمینان از زنده نبودن اون فیلم به شکر میزده. مردم رو میکشن، زبانشون هم درازه. جوان سربزیری که به جعب سیاه جنایات سپاه و اطلاعات ایران تبدیل شد. مخترع پهپادهای دوربرد برای سپاه، سازنده سامانی هوش مصنوعی برای وزارت اطلاعات و مؤسس قرارگاه دفاع سایبری سپاه. نخبه ای ایرانی، مسعود مولوی. این مغز جوان اما نتونست در برابر اون چه در سپاه میبینه سکوت کنه. به ترکیه رفت و در کانال تلگرامی خودش دست به افشای جنایاتی زد که با چشم خودش دیده بود. 11 گلوله ماموران مخفی امام زمان در استانبول تلاشی بود برای نابود کردن این جعبه سیاه. گرچه ایران در ابتدا قتل مسعود مولوی رو به گردن نگرفت، اما مقامات امنیت ترکیه به رویترز گفتند دو افسر اطلاعاتی کنسولگری ایران در ترکیه پشت قتل مسعود مولوی هستند و دلیل این ترور برون مرزی افشاگری این نخبه ایرانی از رهبران سیاسی و نظامی و شخص ولی فقیه بوده. گویا حذف فیزیکی ساده‌ترین راه نظام حاکم بر ایران برای ساکت کردن افرادی که زیادی میدونن. اینطور نیست؟ بدعت‌گذار، دروغگو، فاسق، شیاد و دجال، القابی که عراقی رئیس سابق مجمع جهانی تقریب به سوی این فرد روانه کرد، آیت الله کمال حیدری، اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمی. با این دجال من در ابتدای که اینجا آمده بودم یه تلویزیون بود به نام ANN مال برادر حافظ اسد، رفعت اسد مجرم بود که بعدها محاکمه شد در فرانسه. خودش یکی از درندگان بزرگه. به هر حال در این تلویزیون با این کذاب دجال من مناظره کرده بودم، مناظره سیاسی البته نه دینی.
قم هم کار تکفیر این مرجع تقلید رو یکسره کرد. درگیری با آیت الله کمال حیدری از افشاگری های وی آغاز شد. اون اعلام کرد که منهج حوزه بر اساس روایات مجلسی بنا شده که میگه قرآن مجلسی همون کسی است که به قول شیخ احسان الله ظهیر خداوند شهادتش رو بپذیره برای بار چهارم تشیع رو تغییر داد، تحریفش کرد. یه جلد بوده و تنها یه جلدش در دست ما است، باقی در دست امام قائم. این به معنای عقیده تحریف قرآنه، چیزی که سبب کافر شدن علمای حوزه از دید سایر مسلمان میشه. البته کمال حیدر پیشتر گفته بود که علمای حوزه دست پیش تکفیر سایرین رو گرفتن. علمای عصر حاضر شیعه قائل به تکفیر باطنی اهل سنت هستن، یعنی تمام اهل سنت. یکی از هدایت شدگان به نام عبدالملک شافعی از هدایت شدگان عراق کتابی نوشته هستن که چطور شیعه همه مسلمانان رو تکفیر میکنه. کتاب کامل نشونتون دادم گاهگاهی. سنت رو در این دنیا ظاهرن مسلمون میدونن ولی عقیده دارن در باطن آخرت مسلمون نیستن. حالا به نظر میرسه خود کمال حیدری هم نتونسته از زیر تیغ تکفیریون حوزه جون سالم به در ببره. شیعه مثل خوارج تکفیری ترین مذهبه منتصب به اسلامه، لیکن با تقیه ای که داره، با دروغ و گویی که داره، پنهان میکنه خودشو. آیا میدونستید ایران از سال 1350 چنان رابطه خوبی با کشورهای خلیجی داشت که سلطان قابوس در عمان به کمک ارتش ایران شورشیان کمونیست کشورش رو شکست داد؟ ایران سال 1351 طبق سیاست محورهای دوقلو همراه با همپیمانش عربستان تونست خلیج فارس رو به ایمنترین دریای غرب آسیا تبدیل کنن. ایران سال 1354 رهبریت افزایش قیمت جهانی نفت رو بر عهده گرفت که علاوه بر رشد اقتصاد ایران باعث ثروتمند شدن کشورهای حاشیه خلیج فارس هم شد. ایران سال 1355 قدرتمندترین اقتصاد منطقه رو داشت تا جایی که وامی 3 میلیارد دلاری به فرانسه داد. ایران سال 1356 مهمترین همپیمان آمریکا و نزدیکترین متحد اروپا در غرب آسیا بود. آیا میدونستید ما در سال 1357 انقلاب کردیم؟ ایران امروز تقریبا با تمام همسایه‌های خودش و اکثر کشورهای غربی روابط متشنج و گاهن خصمانه ای داره. مذهب مرگ، زندگی بلد نیست، مرگ و مرده پرستی. صلوات الله صلاة الله تصلي.
عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الكرام. بیانیه استاد کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان مبنی بر درخواست اعلام آزادی زندانیان اهل سنت، عدم دخالت حکومت در مسائل خاص اهل سنت، لغو گزینش بر مبنای عقیده و تصویب قانون مجازات در مجلس برای توهین کنندگان بزرگان اهل سنت در هفته وحدت. بعضش کهشون تبریک گفته، سپس بیرون اعلام هفته وحدت در این ایام به عنوان هفته وحدت از سوی حکومت برای ایجاد وحدت میان اهل سنت و اهل تشیع میخوام به مسئولین عرض کنم 40 سال از این اعلام و نامگذاری سپری شده و زمان آن فرا رسیده تا عملا علاقه به الفت و برادری میان این دو جمع را اثبات کرده و به همگان نشان دهند که به جد باورمندی و علاقه به تعامل و اخوت و وحدت از جانب مقامات عالی رتبه نظام وجود دارد. اگر چنین نشان بدهند که از تشیعات خارج بشن، تغییر کجا بذارن، دروغ کجا بذارن، پس لازم است برای اثبات آن در این هفته وحدت اقدامات عملی صورت گرفته و از سوی آن مقامات مسئول از جمله رؤسای قوای سگانه و نهادهای امنیتی و در رأس همه مقام رهبری دستور داده شود. 1. کلیه زندانیان عقیدتی اهل سنت، اهم از علما و طلاب علوم دینی و جوانان متدین و متعهد اهل سنت که در زندان رجای شهر کرج و دیگر زندانها محبوسند، آزاد شده و به آغوش گرم خانواده باز برگردند. بله، اموقع چطوری خودشونو با سیراب کنند، با خونی که اما درد آوری که رسانه هایی که در بیرون هم هستند به این مسائل اهمیت نمیدن، به بهایی خیلی بیشتر اهمیت میدن مثلا تا به اهل سنت. 2. با توجه به تصریح اصل 12 قانون اساسی کشور مقرر گرده در مناطقی با اکثریت مردم اهل سنت در مسائل مذهبی و دینی آنان از قبیل اداره مدارس و حوزه دینی و برنامه های درسی، نصب عزل ائمه جمعه و جماعات، زمان و کیفیت اعیاد و مراسم مذهبی، نهادها و ارگان های رسمی و غیر رسمی حکومتی دخالت ننمایند. این اصل 12 لیکن هیچ موقع عملی نشده. این دولت قانون سرش میشه، دولت روزخانان قانون سرش میشه. برای استخدام در ادارات دولتی بیویشی آموزش پرورش رویه ضد دینی و غیر قانونی گزینش بر مبنای باور و عقیده ملغا و برداشته شود و با رعایت اصل 23 قانون اساسی تفتیش عقیده عامل محرومیت از تحصیل عالی و اشتغال بر اهل سنت نگردد. 4. با تصویب قانون در مجلس اهانت به مقدسات اهل سنت جرم اعلام گردد و مجازات مناسب برای اهانت کنندگان و بزرگان دین از قبیل خلفای راشدین و امهات المؤمنین و دیگر یاران راستین رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین و با قاطعیت اجرا شود و بدین وسیله اهل سنت ایران و به تبع آنان سایر مسلمانان جهان راضی و خوشحال و وحدت برادری امید و به وحدت و برادری امیدوار نمایند. اگر موارد مذکور به عنوان حداقل انتظارات اهل سنت ایران در این ایام برآورده نشود، انظر آنان هفته وحدت امسال مثل هفته وحدت 40 سال گذشته عقیم و بی محتوا خواهد بود و لذا بر آن همه هزینه مادی بی ثمر و در این همه سال حسرت و اندوه خواهند خورد. امید است با تدبیر مسئولان در این شرایط بحرانی و حساس منطقه اهل سنت باز هم چنین نتیجه نرسند. حسن امینی حاکم شهر مردمی کردستان 8/8/99 مدیر مدرسه علوم دینی امام بخاری سنندج. خدا خیرش بده. هر کسی که کلمه حقی را در مقابل سلطان جائری میگوید خدا خیرش بدهد و حفظش کند. خانم پروانه جمالزهی خیلی متشکرم. الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الكرام.
آقای سعادت شیعه. سلام. علیکم سلام طلاب. وقت شما بخیر باشه. نبودین واقعا ترسیدم. گفتم خدای نکرده بیمار شدین. نه، دو روز مشکل فنی داشتیم متاسفانه. خدا رو شکر خوب. خیلی متشکرم از شما. سلامت باشید. اگه میشه تکرار برنامه رو یکیشو بعد از ظهر بذارین که ما بتونیم ببینیم. مگه نگذاشتن؟ تکرار برنامه دست برادری است که من همیشه بهش میگم که اینا رو بذاره. نمیدونم چرا نگذاشته. همین الانو بهش خبر میدم. کلیپ دعا بسیار جالب. دعا هم دعا همان عبادت است که آخوند جماعت با او در جنگ است. لطفاً به اشتراک بگذارید. شما اینو گذاشتید. خب بعد این رو بزرگان اهل سنت همه عقیده دارن بر این که اینی که آقایان میان میگن نمیدانم که یا علی گفتن شرک است و غیره. من اگر دوستان مانیتور رو بنازن خیلی با اینکه فرصتم خیلی نداریم. ما از خود امام حسین علیه السلام حاجت میخواهیم و اگر درست ما میخواهیم. یعنی خدا اینجا چی میشه؟ خدا هستیم. مثلا یا علی مدد گفتن، آیا این مثلا با توحید مقصود این بود که این دجالی که میبینید، این آخری که اسمشو توحیدی گذاشته هم، این در دفتر خامنه‌ای در زاهدان بود در امور اهل سنت. شما تصور بکنید چه درندگان و فریبکارانی رو گذاشتن مسئول امور اهل سنت. سازه یا نه مشکلی نداره. بنده عرض میکنم خیر. ببینید دانه عزیز، شما خودتان میدانید که ما در پایان هر برنامه دست دراز میکنیم به سوی امیر المؤمنین و از امیر المؤمنین علیه السلام حاجت میطلبیم. این بیعقلیش همینه که مذهب ظاهر میکنه. در صورتی که این مذهب از قدیم گفتند که شما بر مذهبی هستید که اگر ظاهرش کنید ذلیل میشید، خار میشید، چون ضد قرآنه. او به سوی غیر خدا دست دراز کردن، از غیر خدا حاجت میطلبید. ای ملعون ناصبی، کوری چشم تمام وهابیت، کوری چشم تمام منکرین امیر. فعلا که خودت کور شدید، خودت تو خل لباس کردید و اون کور دومی که از ولایت زد بیرون. فعلا ببینیم خدا چه کار میکنه با شما. منین علیه السلام، قلبهای شیعیان متوجه شاه نجف، شاه اولیا. همه مشرکان همینو میگن. مشرکان هندو همینو میگن، مشرکان پیغمبر پرست همینو میگن، مشرکان بت پرست همینو میگن. قبله آرزوها و آمال و امیدهای تمام اهل حاجت امیر المؤمنین علیه السلام. دست گدایی. خب چه امیر المؤمنین حاجت شو است که میخواست؟ این نفهم، این سوال اصلا در ذهنش جا نمیگیره. آیا خود امیر المؤمنین حاجتاشو از خودش میخواست؟ حاجت داشت یا نداشت؟ داشت. فقیر بود، مسکین بود، تا حدی که ناچار شد وقتی پدرش فوت کرد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله کفالتش رو به عهده گرفت. حاجت چه از که میخواست؟ از خدا میخواست یا از خودش میخواست؟ ما به سوی امیر المؤمنین علیه السلام دراز میکنیم. برای که تو گاوید، گاو نمیبودی که دست به سوی بشر دراز نمیکردی. افتخار هم میکنیم، دست دراز کردن در شرکش افتخار میکنه. بله. سوی امیر المؤمنین علیه السلام دست حاجت دراز کردن به سوی پروردگار عالم و امیر المؤمنین علیه السلام دست خداوند متعال. بفرمایید. امیر المؤمنین دست خداونده
بعد که کشته شد دست خداوند بریده شد، کشته شد. وجه پروردگار عالم است، امیر المؤمنین علیه السلام. اینا عین شرکه. و السلام در غیب مطلق سر الاسرار، امیر المؤمنین علیه السلام در مشهد حق نور الانوار. یا علی، ما اهل بیت را نمی پرستیم. نمی پرستی تو امامتو نگهند امیر المؤمنین نترست امامتو نگه داره گرفتید این همه خاک به سر شدید آخرش رفتی کت شلواری شدید. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم می فرماید الدعاء العباده. در بعضی از روایت ها دعا مخ العباده، دعا مغز عبادت خواندن. انسان چرا کسی دیگر رو می خوانه؟ تاکه به فریادش برسه. آیا این دیگرانی که خوانده میشن، این مرده هایی که خوانده میشن به فریاد خودشون رسیدند که نمیرن؟ خداوند حی و حاضر را، علیم و سمیع و بصیر را رها میکنند و به مرده ها میچسبند که آقا ما اینا رو واسطه قرار میدیم. خداوند میگه، میفرماید قل لله الشفاعت جمیعا. شفاعت همه یه دانه خداونده. خداوند که شفیع تعیین میکنه، تو نیستی که که بری پیش این اون شفیع تعیین کنی. پس دعا عبادته، خواندن عبادته به نص قرآن. و اینجاست که خداوند از بنی اسرائیل میثاق میگیرد، عهد محکم میگیرد که مشرک نشوید، غیر خدا رو نخوانید، یا موسی نگید، یا عزیر نگید، یا ابراهیم نگید، یا علی نگید، سلمانان، یا حسین نگید، یا غایب موجود نداشته موهوم نگید، یا مهدی ادرکنی. این کلمه اسلام یک کلمه، کفر یک کلمه، شرک یک کلمه. آه اسلام چیه؟ یک کلمه لا اله الا الله. شرک چیه برعکسش؟ کفر چیه برعکسش؟ دست شما درد نکنه، خیلی متشکرم. سلام آی مولازاده، یک سوال داشتم. آیا ابو حنیفه پیامبر را دیده است؟ رحمت الله علیه. نه، کسانی که پیامبر را دیدند اسمشون صحابیه، و اونایی که صحابی را دیدند اسمشون تابعیه. ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه پیامبر را ندیده. آیا در کتاب های این امام ها شافعی، حنفی، حنبلی اومده که باید زن 80 سال منتظر شوهرش باشه؟ نه، اجتهادهای شخصی از این و اون بوده، نه از ائمه. دقت میکنین؟ هیچ لزومی نداره که 80 سال باقی بمونه. یه نفر هست میگه شما چرا با شیعه دعوا دارید؟ نه، ما با شیعه دعوا نداریم. ما شیعیان رو عموما مسلمان میدونیم، اگرچه عقیده شیعه رو مالا مال و مملو و شرک میدونیم، همچنان که عقیده بعضی صوفیان سنی رو مالا مال و شرک میدونیم. بریلوی ها سنی حنفی هستند، ما اونا رو مشرک میدونیم به خاطر شرکشون. سنی اثناعشری میدونیم. دقت میکنید؟ ولیکن این مذهب ویرانگر چون حکومت میکنه، جامعه رو فاسد کرده، جامعه رو پر از شرک کرده، منطقه رو پر از شرک کرده، کشورهای اسلامی رو خراب کرده، فسادش بیشتر از دولت صهیونیستیه، ناچاریم که هم شیعیان و هم سنیان رو بیدار کنیم از خطر این دولت و از خطر این مذهب که پشت سر این دولته. و این مذهب والا بلا تلا هزار بار قسم خوردم که ربطی به اهل بیت نداره. این مذهب و درندگان و چرندگان تاریخ درست کردن. امامت و بابا یه نفر خاخام یهودی درست کرد. هیچ کدوم از ائمه اهل بیت علیه السلام به امامت منصوص معتقد نبودند. این کارا رو کردن برای تفریق انداختن بین مسلمان ها. ولذا هیچ مراجع دجال و کذاب مدعی تشیع این حرفا رو میدونند، ولذا حاضر به مناظر نیستند.
فرار می کند. آیا مرد موی خود را رنگ کنه مشکل دارد؟ نه، رنگ مشکلی نداره، مگر رنگ خالص سیاه، نه رنگ قهوه‌ای، نه قهوه‌ای پر رنگ، نه قهوه‌ای کم رنگ، نه قهوه‌ای اصلی، خالص خالص سیاه باشه، اندکی درش اختلاف هست بین اهل علم. آقای عبدالکریم تاجیک، شما 27 سوال داری، خب من چند تا رو جواب بدم؟ استاد، یک شب در میان برنامه که میگذارید 3-4 شب پیش تفسیر آیت منتنه گذاشت، خواهش میکنم در برنامه میان برنامه هم کلیپ ها بگذارید. همچین امکان فنی برام وجود نداره، برنامه ها رو دوست دیگه میذاره، من نمیذارم. و بعد وقتی که من نیستم، من در این 10 سالی که برنامه این تلویزیون رو شروع کردم، یک شب هم خودم به اختیار خودم برنامه رو تعطیل نکردم تا جایی که یادمه، مگر که اشکال فنی پیش بیاد. دو شبی که بود، چون من اینو یه واجب میدونم، یه فرصت میدونم، اشکال فنی داشتم فقط به این خاطر. وقتی که نیام خودم بیشتر پریشانم. و از محبت و دوستیتون خیلی متشکرم. حرف های آقای ابو همدین، چالش برانگیز آخوند از حکومت بریده، کاش که اسمش هم می نوشتید. معلمه گفته بود که بچه ها امروز چی داریم؟ گفتن انشا. گفت انشا ها رو بذارین رو میز من ببینم. این 2-3 نفر به منومن افتادن. چی شد؟ آقا ببخشید، ما یادمون رفت، نیاوردیم، ننوشتیم. یادتون رفت؟ آره چی یادتون رفت؟ گفتی که حالا یادمون رفت و نشد. گفت مبصر بپر دفتر اون چوبو برداره ببینیم. بچه ها تا حالا نیده بودن آقا معلم به کسی چوب بزنه. نفس تو سینه ها حبس شده بود و چوبو آورد و رو دفتر نمره خون. پرویز بلا آقا بیا جلو. که آقا ببخشید نیوردیم. گفت بیا جلو بینم. اومد و با انشا نیوردی. گفت نه. چوبو داد دست پرویز. گفت چوبو بگی بینم. دست خودش آقا معلم بلند که گفت بزن. گفت آقا دست شما بزنیم. گفت آره بزن. یه دونه زد. گوبر بشین. چرا یواش زدی؟ کام بیز بر انشا. گفت آقا من یادم رو ببخش. گفت بجلو. دوباره دست خودشو برد. گفت محکم بزن. گفت آقا چرا خودتو نمیزنی؟ گفت من باید کتک بخورم، من باید کتک بخورم. من چه معلمی بودم که نتونستم این محبت این درس رو، نفوذ خودم رو، نفوذ کلامم رو در جان شما بنشونم، که شما اگه هر چی یادتون میرفت امروز درس انشاءتون نمیرفت. من کوتاهی کردم، من اشتباه کردم، من باید کتک بخورم. قرآن گاهی انبیا رو به استنطاق میکشونه، میبره استیضاحشون میکنه. شما بد به مردمتون گفتین؟ انت قلت للناس اتخذونی و امی الهی. نه، قرآن نمیگه شما به انبیا نمیگه که شما به مردم بد گفتید. خدا من پیغمبر بدگو انتخاب نمی کنه. پیغمبران بهترین بشرند که خداوند انتخاب میکنه. اما این آیه که استشهاد میکنه در روز قیامت برای اتمام و حجت به بشریت و به خصوص مسیح پرستان، اینجا خداوند از عیسی علیه السلام در ملأ عام سوال میکنه در مقابل همه بشریت که آیا تو به مردم گفتید که من و مادرم را خدا بگیرید؟ عیسی میگه نه. این کنت قلته فقد علمت، اگر من هم چیزی میگفتم شما میدونستید. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اون چه در نفس من تو میدونید، اون چه در نفس توست من نمیدونم. انک انت علام الغیوب، همان تو هستید علام الغیوب، آگاه به غیب ها. عیسی در روز قیامت چون شفاعت، چون گواهی میده. امام پرستان مشرک، سوپر مشرک در لباس تشیع میگن نه آقا، امام ها همه غیب میدونند. بله، امام ها همین جواب خواهند داد. روز قیامت خداوند ازشون سوال میکنه. وقتی از عیسی پیامبر سوال کنه، از بقیه سوال نمیکنه. ولذا شیعیان بلایی هستند برای ائمه. هر کسی که در مورد کسی دیگر غلو کرده، یه مصیبت بر سرش آورده که در ملأ عام سوال بشه.
حافظ بی خود که نمیگفت ترسم به روز حشر انان بر انان رود، میگه میترسم روز قیامت دو گروه رو پشت هم ببندن ببرن جهنم. کیا رو ببندن؟ به من و شما بگن، میگه ما معلومه عرق خورا و بدکارا ها، قماربازا و فاحشه ها. بله، حرف مهمی درش نیست متاسفانه. شما معمولا کلیپ های خوب میفرستید. مورچه های مسلمان، آقای محمد افراسیابی. یادم میاد زمانی مرحوم دستقیب رو منبر گفت آقا مرحوم که ما نمیدونه پلانی مرحومه یا نه، دستقیب مشرک مرحومه اینجا خودش. ثانیان اگر بخوایم به کسی بگیم دعای خیر بکنیم، بگیم خدا رحمتش کنه، نبگیم مرحوم. گاهگاهی تو دهن ما میفته ولی این درست نیست. میگفت مورچه ها روز عاشورا تا سو هرچی دانه در کنار لانه آنها بگذارید بر نمیدارند، زیرا مشغول عزاداری برای امام حسین هستند. خب چون این افرادی مرحوم میشن، مورچه عزاداری میکنه، خریت رو ببینید تا چه حد. دین رو که بعد از قرآن یاد بگیرن، میان این داستان مورچه پورچه درست میکنن تا امام فریب بدن. من آن موقع 8 ساله بودم. کی میگه این حرفو؟ دکتر صالحی. کلاس دوم ابتدایی از پای منبر که بیرون رفتم مستقیم به صحرا رفته و مقدار گندم و پرسبزی خشک نمیدونم که دور لانه مورچه ریختم. مدتی نگذشت که آمدن دانه ها را بردن. سوسک له شده هم آنجا بود. با صف طویل از مورچه ها مشغول بردن قطعات بدن سوسک جمع شده بودن. خب اون موقع موبایل نبود که عکس بگیری. فردا پای منبر آقای دستگی پرسیدم، آزمایش من خلاف نظر شما را ثابت کرد و موضوع رو توضیح دادم. او گفت این مورچه ها کافر بودن، برو رو مورچه های مسلمان این آزمایش رو انجام بده تا صحت این دائمه را ببینید. بله، تا این ثابت بشه که آخوند کذاب دجال امام تراش مده تشیع تا چه حد فریب کاره. همه دینشون اینطوریه، از خمینی تا کلینی. هر کسی که معتقد به امامت بود نصیبی از این فریبکاری داره. کلیفی از شیخ پردل. علما میفرمایند دعای پدر و مادر در حق اولاد مثل دعای پیغمبر در حق امتشه. بترس از دعای مادر و نفرین مادر. چند بار به مادرت گفته ای پیر زن؟ دختره حالا دیپلم گرفته دانشگاه داره میره، پاش رو پا انداخته مثل یک نوکر کنیز به مادرت هیه. خراب درست کن، خراب دیا، لباسم اتو بکن، لباسم بشور، من دانشگاه دارم میرم. یکی از علامات قیامت انتل در امت و ربتها، این که بیبی کنیز بیاد بیبیشو به دنیا بیاره. سوال کردن تعجب کنیز چطوری بیبی به دنیا میاره؟ گفت در آخر زمان دختری که باید اطاعت و احترام مادرش بکنه برعکس میشه، مادر باید اطاعت دخترش بکنه. حالا شروع داریم میبینیم. استاد، من با شما یاد گرفتم که چگونه زنده باشم و چگونه زندگی کنم. بابت زحمتتون متشکرم، خواهش میکنم. سلامت باشید خانم نسیم توحید. خدا شکر اومدین چشما رو، خواهش میکنم زنده باشید. اعوذ بالله من از شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خرابی دین مردم را رهاورد آخوندها میبینم. من وجود تو را ای آخوند،
مرگ اسلام ناب میبینم. من ظهور و قیام منجی را یک دروغ، یک سراب میبینم. من به راه خدا که آسان است واسطه صد و باب میبینم. کشتی اقتصاد نفتی را غرق در منجلاب میبینم. همه جا را خراب، بی‌نظمی، همه جا اضطراب میبینم. از برای چپاول و غارت چین و روس پارکاب میبینم. هر کجا دزدی و خیانت شد دست عالی جناب میبینم. هر کجا دزدی و خیانت شد دست عالی جناب میبینم. عدل را از اصول شیعه ولی ظلم را بی حساب میبینم. عدل را از اصول شیعه ولی ظلم را بی حساب میبینم. هر کسی نغمه مخالف زد گردنش در تناب دار میبینم. کار صنعت شکسته و تحریم، شورش و اعتصاب میبینم. مصلحت را چماق میکوبند، کار بد را ثواب میبینم. عکس آقا به ماه و ملت را غرق در رنج و عذاب میبینم. عکس آقا به ماه و ملت را غرق در رنج و عذاب میبینم. چون که قرآن همیشه متروک است، کشورم را خراب میبینم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خداوند به شما و به گویندهاش خیر بدهد، سراینده‌اش. سلام و رحمت خداوند بر شما و بر شما نیست. پدر بزرگا، یک سوال بسیار بسیار مهم دارم که مسیر زندگی مرا مشخص میکند. لطفاً جواب دید. خواهشان در واتساپ جواب دید چون شبکه دسترسی ندارم. خوب شد که همون اول گفتید و الا بنده اکنون 30 سال سن دارم و هنوز مجرد هستم. خدا مشکل شما را حل کنه و همه مشکل همه مجردان مؤمن را حل کند. مشکل اصلی من که باعث شده مجرد بمانم این است که از بین دختران فامیل و آشنا حتی یک نفر من در زیبایی مورد پسندم قرار نگرفته است. ازدواج غیر فامیلی هم به خاطر بحران اقتصادی فراگیر در ایران و بخصوص در بلوچستان برای من عملاً غیر ممکن است. اکنون 5 دختر از فامیل وجود دارد که هر کدام را انتخاب کنم به راحتی میتونم ازدواج کنم، ولی از نظر زیبایی اصلا مورد پسندم نیستم. با وجود فشارهای مجردی باز هم نتونستم خود را قانع به ازدواج با یکی از آنها کنم. اکنون پروژه ازدواجم واقعا به بنبست رسیده و شرایط اقتصادی کشور را ناامیدی با آینده و قدر زیاد است که میخوام به روستای دور افتاده برم و سر تا سر مشغول عبادت شوم. هر جا بری، زیر غارم بری، انسان نیاز به ازدواج داره. و علی‌رغم میل باطنی تا آخر عمر مجرد بمونم، نه، به جای این بهترینه که با زنی که با از خانواده خودت باشه، اگرچه 50% هم قابل قبول باشه، بهتر از مجردیه. تا چندی پیش امید به بهبودی وضع اقتصادی بود، اکنون با جهش دلار و فقر گسترن عمران به آینده نیست، امیدی به آینده نیست. حالا سوال این است که اگر به یک روستای دور افتاده برام و یک سر مشغول عبادت شما فقط در حد رزق روزانه کار کنم و ما باقی را به عبادت بذارم، این مورد پذیرش الله هست یا نه؟ عرض کردم، جوابمو قبلا دادم. یا در دسته تصوف و رهبانیت و انحراف قرار میگیرم؟ نه، در همین دسته قرار میگیرید و این از اسلام نیست. ما مجبورم که در شهر بمانم. ماندن در شهر اکنون چیزی جز هدر دادن وقت نیست. مردم اکنون روزانه 10 ساعت بیشتر کار میکنند و در نهایت خرج شکمشان کامل در نمیآید. بله، خود ازدواج، خود فراهم کردن زندگی سالم خانوادگی خودش یه عبادته. نمیخوام مثل بقیه ساعتهای روز را بیهوده از دست بدم و در نهایت هم دنیای بیهوده و هم آخرت نامقبولی داشته باشم. نه، همطور که عرض کردم پیامبر خدا میفرماد که ازدواج سنت منه،
هر کسی سنت مرا ترک کنه از من نیست. آیا این که به روستا برم و همیشه مشغول عبادت شم در اسلام و الله جایز است یا خیر؟ مگر اینکه شما اگر هیچ رغبتی به ازدواج نداشته باشی بله، لیکن وقتی رغبت به ازدواج داری که مشخص است هر انسانی در چون حالتی نه. قبلا از شما پرسیدم که در مورد ازدواج که گزینه‌های اطرافان در مورد پسندیدن شما پرسیدن و شما پاسخ داد که با یکی پیران ازدواج کنم تا اینکه بعدها اگر پولی دست آمد ازدواج دیگری انجام دهم، که این کار ممکن نیست چون ذاتاً دو زن داشتن دوست ندارم و هم اینکه اکنون با توجه به شرایط اقتصادی کشور آینده ما بدتر از گذشته ماست و مردم ساعت به ساعت فقیرتر میشن. من اگر جای شما میبودم اقدام به ازدواج میکردم. دقت میکنید؟ خداوند برات خیر رو انتخاب کنه. خانم فاطمه زاهدان، علیکم السلام. تو یک سوال داشتم. این رقیه شریک از شبکه توحید پخش میبره کسی که سحر جادو شده باشد در گوش کردن هم تاثیر دارد؟ بله، گوش کردن تاثیر دارد 100%، لیکن سحر جادو علاج خاصی میخواد، اونم با قرآن. ولی رقیه تاثیر داره. این نوع مولود خوندن در کشور خلیج های اشکالی دارد؟ لطفا پخش نمید. فقط در اشعار در وصف پیامبر. کل مولود بدعته. کل مولود خونی اگر در ازدواج باشه ابتا نمیاد. مثل که کلیپ خیلی وقت گذاشته نمیاد. اینجا ایران اشغالی ته ته جهنم. درد من را به که بگوییم؟ خونابه های جگر من را به که نشان دهیم؟ ببینیم این چیه. مریض شد، همه و دارایش را فروخت که پول دکترش کردیم. من 25 سالم، شغل بیشتر دوست دارم مغازه‌دار باشم. اینو قبلا نشون دادم. اینو قبلا نشون دادم. هدایت شده هیئتی تنز امشب. خب کار باشه. میشه؟ نمیشه خدا، نمیشه. حتی حالا که کلیه کتابای درسی بچه ها رو تغییر دادن و تمام شعرها و مطالب مرد میشه؟ نمیشه خدا، نمیشه. اصلا حالا که کلیه کتابای درسی بچه‌ها رو تغییر دادن و تمام شعرها و مطالب مربوط به شعرهای قدیمی و دموده شده رو حذف کردن، جای دهقان فداکارم داستان رئیس جمهور فداکار رو به کتاب اضافه کنن. حسن فداکار. فقط دهقان فداکار پیرهنشو در آورده بود، به سمت قطار دویده بود که جلوی فاجعه رو بگیره. حسن فداکار با تلفیقی از دهقان فداکار و پتروس فداکار شلوارشو در آورده، دنبال سوراخ‌های مردم گذاشته. ولی شما متأسفانه قدر زحمات ایشون رو نمیدونید. کجای دنیا رئیس جمهوری دارن که از نگاه به مردم آمارگیری و نظرسنجی کنه و دردشون رو بفهمه؟ ایشون تازه آمارگیری جدیدم کردن. خوشبختانه که من همین ساعتی در واقع آمار دستم هست تو این 3 روز. اونهایی که اغتشاش کردن عددشون بسیار کمه. خب اگه کمه پس چرا اینترنت کل مملکت رو قطع کردی؟ اتاس همین کمه؟ این ویدیو نشون میده حسن فداکار علارغم فداکاری و چهره خانی و کلیه نکات مثبت دیگه، یه ایراد کوچولو داره. تو گل بیای خداست دیگه. ایراد ایشون هم اینه که شمردن بلد نیست. مثلا ایشون هفته قبل هم گفته بودن در دولت 12 حتی 1 دلار هم گم نمیشه. مردم بزرگ ایران بدانید در این دولت 1 ریال گم نخواهد شد، 1 دلار گم نخواهد شد. بله دردم. ببین دروغ خیلی بده، لیکن از معمم از آخوند 1000 برابر بدتره.
قبلترش هم گفته بودن در دولت دوازدهم اینترنت هم قطع نخواهد شد. فضای مجازی رو، فضای اینترنت رو، ارتباط مردم با دنیا را دولت دوازدهم حراست خواهد کرد. خب با توجه به اینکه هم میلیاردها دلار گم شده هم اینترنت قطع شده، این نشون میده دلیل اصرار و تاکید ایشون به اینکه این اتفاقات در دولت دوازدهم نمیفته اینه که ایشون اصلا نمیدونه دولت شماره چنده. شاید فکر میکنه خودش دولت 18ام یا 19امه. چرا اذیت؟ خب شماره شمردن بلد نیست، ریاضیش خوب نیست، ولی عوضش زبان انگلیسیش فوله. یکی دیگه از این نخبگان کشورمون اخیراً کشف مهمی کرده، مبنی بر اینکه این یه هفته که اینترنت قطع بوده جرائم فضای مجازی به شدت کاهش پیدا کرده. واقعا آدم حیرت میکنه از این میزان علم و دانش. به نظر من باید حرفای ایشون رو برای سایر موزلات کشورم الگو برداری، یعنی اصلا الگو قرار بدن، بگن همین جوری ما مشکلات دیگر هم حل بکنیم. مثلا برای کاهش تلفات جاده‌ای به جای اینکه جاده درستابی و خودروی ایمن بسازن باید یه جادار ببند، کل جادار ببندن. اجباری شدن خرسواری راه بندازم، بگم فقط اشرار سوار خودرو میشن. بذار خرسواری مزیت‌های دیگه ای هم داره. اون چیزی که باعث میشه یه خانواده از گرفتن معیشتی حذف بشه خودروی بالای 250 میلیون تومانه. آخه چه طرح قشنگی. فقط مشکل اینه که اگه شرایط با همین فرمون پیش بره احتمالا به زودی یه پراید مدل 80 و مرز 250 میلیون میگذره و دیگه تقریبا هیچ واجد شرایطی نیمونه. به نظر مردم خودشون با دست خودشون برن انصراف بدن از دریافت این پول. ارزش ملک اگه در تهران بالاتر از 1,200,000,000 تومان باشه و در شهرستان ها 900 میلیون تومان باشه حذف میشه. کم کم همگی باید رو به کانکس نشینی بیارن و برگردن به اون فرهنگ اصیل و زیبای کپر نشینی تا بلکه شامل دریافت این بسته معیشتی بشن. فقط بهتره دیگه اسم این یارانه بنزین رو بسته معیشتی نذارن، اسمشو بزن دسته معیشتی که دارن فروش میکنن توی پاکه مردم. ولی حالا از بحث اختراع و اکتشاف زیاد دور نشیم، چون داریم و زیاد داریم، چون در این روزا همونجور که اشاره کردم همینجور داری چیزهای مختلف کشف میشه. مثلا یکی از چیزهای نادری که برای اولین بار توی کشور ما کشف شده مردم واقعی هن. حالا مردم واقعی کی هن؟ اینا مردم واقعی اصفهان هن، منتها چون همیشه گفتن دیگه اصفهان نصف جهانه، این بخش آفریقاشه، بخش آفریقای اصفهانه. کلا مردم واقعی مردمی هستن که اگر بنزینشون رو یه شبه سه برابر بکنی بعد بزنی تو سرشون بعد اینترنتشون هم قطع بکنی به صورت خیلی خودجوش و اتوبوسی میان توی خیابون ازتون تقدیر و تشکر میکنن و حمایت میکنن. مثل اینا هیچ وقت اشرار و منافق در داخل جمهوری اسلامی نخواهند کار به جای رسون. نخواهند کار به جای رسون. این چقدر زیبا فردوسی پوکید. این از مردم واقعی. مردم غیر واقعی هم که چون عددی نیستن زیاد بهشون نمیپردازیم. تازه اون تعداد کم هم به راحتی میشه به صفر رسوند. یه دست راست بریده بشود 4 انگوش و پای چپ هم انگشتانش بریده بشود، اینطوری رها بشه در اجتماع. یه دونه این اجرا بشه ما دیگه نوبت بعدی ها که به پیاز خوابانده شده اونا غلط میکنن بیان به میدان. غلط میکنین اعتراض بکنین و بیان به میدان. همین جوریه، یعنی نویسنده فیلم اره با هانیبال و کلن قوبیلای خان و چنگیز خان مغول و کل ارتش داعش تمام پشم و گرگشون ریخت از این همه کرامات انسانی. همین انسان های احساساتی هستن که وحشت زده و ترسیده همین چند وقت پیش اومده بودن تو تلویزیون از خشونت فیلم خانه پدری میگفتن و خانه توقف بخشش شده بودن دیگه. ما اگه اینا رو نداشتیم کی میخواست از ما؟ سلام علیکم. سلام طلاح. پسرم 7 سالشه هنوز درست صحبت نمیکنه. وقتی قرآن میخونم گریه میکنه. میگن جن داره، آیا واقعیت داره؟ نه شرط نیست، اینو باید ببرید ببین دکتر چی میگه. بعضی از بچه ها دیر صحبت میکنن، شاید هم پسر اولتون باشه، خداوند شفاش بده.
بینندگان ارجمند اونایی که کلیپ میفرستند خواهش میکنم موضوع کلیپ رو بنویسید. مکرم اسلام تشریف آوردن و جمعیت عظیم اینو بارها منتشر کردم. اگر شخصی خانمش را امروز 3 طلاق و فردا 3 طلاق داد در تنهایی، آیا این 2 طلاق حساب می شود یا 6 طلاق؟ این در نزد جمهور و فقها 6 طلاق حساب میشه. 6 طلاق معنی نداره، برای اینکه همون 3 طلاق کافیه. در نزد ائمه 4 وقتی یک جا 3 طلاق داد 3 طلاق شده، جز در نزد شیخ الاسلام ابن تیمیه که این 1 طلاقه و هم فکرانش که اکثر دادگاه های دولت های عربی به قول ابن تیمیه رفتند برای که خانواده از هم نپاشه. ام اسماء از خوزستان، علیکم السلام و الله. همسایمون تحت تهمت به همسرم زدند، از همسرم پول گرفتند و انداختنش زندان. اونو کتک زدند و گفتند اینجا برین. ما هم احساس کشی کردیم، الان ما آواره هستیم. خداوند بهتون بدل بده و جای بهتری نصیبتون کنه. راهنمایی هم کن استاد، نفرینش بکنیم جایزه؟ بله، نفرین به این معنی که اللهم ارنا ثأرنا علی من ظلمنا. پیامبر اینجوری دعا کرده، وانصرنا علی من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. ای خدایا انتقام ما را بر کسانی که بر ما ظلم کردن به ما بنمایان، نشان بده، و ما را بر دشمنانمون پیروز کن و مصیبت ما را در دین ما مگردان. لطفا جواب صوتی بدین. این نشد دیگه، آخر برنامه میگه جواب صوتی بدین دیگه، چی عرض کنم والا. من دوبار یک سوال جواب دادم برام سخته. آقای محسن خیلی متشکرم از شما، خود از دوستان خدا باشید. سخنان آیت الله مطهری در مورد خلیفه دوم رضی الله عنه، اگه بیاد، نمیاد، چون مدتی ازش گذشته نمیاد. من چند وقت پیش در اینستاگرام کلیپی رو دیدم که در اون کلیپ یک کشیش مسیحی داشت راجع به اسلام حرف میزد، در واقع دفاع میکرد. من زیر آن کلیپ نوشتم که اروپای امروز نسبت به اروپای قرون وسطا بیشتر تشنه حقیقت هستش و به نظر میاد در دل جمعیتشون رفته. با اونها صحبت کردم و راجع به اسلام به اونها فهم. این عمل در حال حاضر در اروپا آمریکا خیلی به دین الهی کمک میکنه، شاید باعث بشه که سرباز قاتل آمریکا هدایت بشه. مقصودتون چیه از این حرفا؟ یکی در بندگان خدا در جواب من گفت که در جواب ظلم هایی که مسلمان ها میشه، در جواب که سربازان اونا به خاران و سلام میکنن، آیا میخوای مولا بپرستی؟ این همه به ما ظلم کرده، ما رو کشتن، میخوای عالم بپرستی اروپا؟ منظورش بود که باید بجنگی. حرف ایشون من رو خیلی تیپ فکر بود و واقعا تحت تاثیر قرار یه جوری از وجدان گرفتم. آقا برای که شما معلومات سطحیه، نه معلومات سطحی اینجوریه، آدمی که معلومات نداره نباید وارد گفتگو بشه، نباید وارد گفتگو بشه. ولی مگه اینکه شما اینجا خودت داری نقش بازی میکنید، یه موضوع دیگریه. این حرفی که شما دوم گفتی دروغه. اروپای مسیحیت که اومد 200 سال جنگ صلیبی راه انداخت، مسلمانان که رفتن اروپا را از خواب بیدار کردن، کسی را اجبار به دین نکردن. این را در بررسی تاریخ مفصل ذکر کردن. نه، الان من خودم رو بخاطر اعتقادی که در سوریه و ترکستان کشور پرستی میفتم مقصر میدونم. نه، شما داری بازی میکنید، شما داری دروغ میگید، صادق نیست با خودت، صادق نیستید، داری نقش بازی میکنید.
بله. به نظر من شما داری صادق نیستید، وقتان هم طلب کردید. خب آقای رضا از یاسوج، رضای هدایت شده، اوضاع اقتصادی در آخر زمان. بریم پرده آخر. در ظهور امام زمان با اینکه مسائل اقتصادی چرا صداشون رو ضعیفه و اصلا سیستم تولید مال، سیستم اراده انسان و خلاقیت اراده انسانی، شما خودتون نگاه بسنید به این طلا و این شهری که صد فرسخ در صد فرسخ وسعت اون شهر میشه، یعنی نجف و کوفه یکی میشن و تمام بیابانهای اطراف همه میشن شهر. چرندیات رو گوش کنید. و زمین هم خیلی گرون میشه. هر متری 1000 سکه طلا. برای که مردم برن قم نجف زمین بخرن. فقط برای همین. در مربع. یک کلاش دجاله. حتی تو روایات داریم. روایات بسترت بخوره. خونه تو کوفه برای خودتون الان بریم بخریم. بعد دیگه گیرتون نمیاد. علامت انتظار یکی دو جا خونه داشته باشین، یکی کوفه یکی قم. گریاشون خرکی. سلام استاد، سوالم در رابطه با کسانی که سیده واقعی هستند مانند برقی، که چطور اول عقیده دیگه داشتن و بعد عقیده دیگه؟ یعنی چی؟ خب عقیده دیگه، اول مشرک بودند بعد موحد شدند، خیلی عادیه، طبیعیه. چون تو سریر حضرت من میگفت که در روز قیامت همه نسب ها قطع میشه به غیر از نسب پیامبر عزیز. بله، نسب غیر از عقیده. منظورم اینه که استاد جان نسب پیامبر بود هم توحیدی کمک نمی کنه. نه آقا، ابو جهل قریشی اصلا ایمان نیاورد. ابو جهل عموی پیامبره، ابو لهب عموی پیامبره، اصلا ایمان نیاوردن. اینجا اونجایی که نسب قطع نمیشه بقیه نسب ها گم میشه. الان شما نگاه کنید در این قرن 20 و 21 خیلی از نسب ها گم شد. قبلا همه هر کسی یه نسبی داشت برای خودش. الان شما 4 پشت 5 پشت اشخاص رو سوال کنید اکثرا میمونن. مقصود اینه، اما نسب پیامبر نه تا قیامت باقی میمونه. مقصود اینه، نه اینه که کسی نسب پیامبر داشته باشه حتما مسلمان باقی میمونه، حتما اهل توحید میشه. نه، این شرط این موضوع نیست. آیا دعای انسان زناکار، دوست یا خلافکار نزد خدا پذیرفته میشه؟ اگر شخص نماز بخونه ولی این گناه ها رو داشته باشه. بستگی چه باشه که خدا دعای کافری رو استجابت بکنه، لیکن بستگی به جاش داره. عموما گناهان مانع میشن که دعا پذیرفته بشه، اصل بر اینه. لیکن گاهی استثناءاتی وجود داره، وقتی انسان مضطر، چه باشه که کافر مظلوم باشه، دعا کنه خدا دعاشو بپذیره. پروردگار همه هست، لیکن شرط استجابت دعا عموما اینه که انسان پاک باشه. هرچه پاکتر باشه دعاش بیشتر استجابت میشه. هرچه پاک خورتر باشه، اطب مطعمک تو سجب دعوتک، رزق روزی تو حلال کن، دعات پذیرفته میشه. اصل اینه. خب دوستان، زیاد وقتون رو نگیرم.
یک کلیپ میذارم راجع به اسماء الحسنا اگر تونستم برمیگردم نتونستم عذر میخواهم نحمده ونستعين به ونتوكل عليه همه شما رو خدای بزرگ می سپارم. ونعوذ بالله من شرور ولی کوشش میکنم که برگردم اگر نتونستم برگردم با عرض معذرت شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وشفيعنا ونبينا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين المجاهدين الغر الميامين المختارين لنبيك الكريم سيما المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أنعم المنعمين اللهم نور قلوبنا بالعلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهتدين واهدنا واهد بنا يا أكرم الأكرمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم عليك بالطغاة والخائنين عليك ببشار اللعين وأخيه وحزب إبليس لبنان وذويه والإصابات الرافضية المجرمة الخائنة المقاتلة المسلمين في كل مكان وعليك برأس الفتنة في طهران عليك بهم جميعا شتت شملهم مزق جمعهم أزل دولهم واجعلهم أحاديث ومزقهم شر تمزيق وأرنا فيهم عجائب قدرتك إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم با حمد و سپاس بر خداوند متعال خداوند یکتا خداوند بی چون و بی چرا و بی مثال و درود بر محمد مصطفی علیه السلام که دعوت خدا را به ما رسوند پیام خدا را به جهانیان رسوند و درود بر اهل بیت او بر خانواده او بر همسران پاک و امهات مؤمنین و درود بر یاران جان گذشتهش که به پیامش ایمان آوردن
به توحیدش چنگ زدند، به شریعتش عمل کردند و مال و جان خود را فدای راه دعوتش کردند. تا امروز ما مسلمانیم و به این خاطر خداوند منان، خداوند دیان، خداوند جواد و کریم و خبیر و آگاه در تنها کتاب جاودانه‌اش که تنها کتابی است که به زبان آسمانیش باقی است و تنها کتابی است که دست نخورده باقی است، از اونها اعلان رضایت کرد و وعده جاودانه بهشت بهشون داد. و محمد علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام در آخرین روزهای وداعش با این دنیا که به رفیق اعلی پیوست، وقتی اونها را در پشت سر یار غارش ابوبکر دید که همه با هم نماز میخونند، لبخند بر لب زد و از اونها راضی از این دنیا رفت. و نفرین خداوند و ملائکه و صالحین بر اون گمراهان، رافضی پیشگان، سبابان، شتامان، به اصحاب رسول و به ازواج رسول باد که رسول را در باره خانوادهش و در باره یارانش آزار می دهند علی رغم اون همه وصیت که کرده است. خداوند عذاب علیمش را همچنان در قرآن وعده داده است که کسانی که پیغمبر را اذیت می کنند عذاب علیم خواهد داد، عذاب دردناک خودش را بر این سربازان ابلیس نازل کند و به ما توفیق بدهد که کسانی را که در دام اینها افتادند یا هم نام اینها هستند یا هم مذهب اینها هستند آگاه کنیم با قرآن و با عقل و با تاریخ و با سنت سنیه رسول اکرم علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام، این بخواب رفتگان را بیدار کنیم، اونها را از شکار شکارچیان ولایت و دزدان امام تراش که با ختم نبوت می جنگند نجات بدهیم. بهترین راه نجات انسانها خداشناسی است. همه کسانی که انسان پرستی می کنند، پیغمبر پرستی می کنند، امام پرستی می کنند، مخلوق پرستی می کنند، قبر پرستی می کنند، به این خاطر است که آفریدگار پاک و جاودانه خود را نشناختند. اگر می شناختند سراغ آفریده های مسکین و فقیر و ناتمام که به یک نفس هوای خداوند نیاز دارند همه نمی رفتند و خدا را می خوندن، غیر خدا را نمی خوندن. ولذا خداوند جل جلاله و منواله آفریدگار متعال به پیغمبرش دستور می دهد که ای پیغمبر، ای حبیب من، ای حبیب خالق و سرور مخلوق، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، شكيبا باش، نفست را شكيبا كن با كساني كه يدعون ربهم پروردگارشون را ميخونن صبح و شب، يريدون وجهه، وجه خدا را ميخوان، نگفت امام را ميخونن،
پیغمبر را میکنن. حتی تو پیغمبر با کسانی باش که یعنی یادشون بده که صبح شب خدا را میکنن، خدا را میخوان. ولا تا عین ارکان چشمت از اونا دور نکن. پس اصل خداخوانی است نه بشرخوانی. در منطق اسلامی، در منطق توحیدی، در منطق قرآنی، در منطق نبوی، آنچرا که مسلمانان میدانند اصل خداخوانی است. شرک غیر خداخوانی است. ولذا از عوف بن مالک هست که پیامبر خدا علیه السلام که دو چیز گرانبها در میان ما گذاشته، کتاب و سنت خودش که هر دو وحیه، یه روز بین مردم قضاوت کرد. اونی که حکم بر علیهش بود وقتی که رفت گفت حسبی الله و نعم الوکیل، خدا بر من کافیه و بهترین وکیله. یعنی گویا که اظهار مظلومیت میکرد، ولی به هر حال حسبی الله خدا کافیه. شاهد اینجاست، نه قبر، نه امام، نه پیغمبر، نه پیر، نه پاتال. وقتی در چنین حالتی که حکم بر علیهش بود این حرف زد، باز پیامبر تصحیحش کرد، گفت این مرد رو برگردانید. وقتی که برگشت گفت چی گفتی؟ گفتم که حسبی الله و نعم الوکیل، خدا بر من کافیه و بهترین وکیله. اینجا سخن حقیه، لیکن در مقام در جای درستی نیست. پیامبر فرمود که ان الله یلوم علی العجز ولکن علیک بالکیس، خداوند عجز و ناتوانی رو سرزنش میکنه، زیرک باش. فاذا غلبك امر، اگر امری برات غلبه کرد، اون موقع بگو که حسبی الله و نعم الوکیل. یعنی خدا انسان ناتوان رو دوست نداره، انسان ضعیف رو که کوشش نکنه، تدبیر نکنه، تنبل باشه، در هر چیزی سر به زیر باشه، حق خودشو نخواد، حقوق ملی و قومی و دینی خودشو نخواد، مثل اهل سنت ایران. چون این عجزی را خداوند سرزنش میکنه. ان الله یلوم علی العجز، کسی که دنبال حق حقوق خودش نباشه، کسی که عاجزی نشون بده، چه در میدان فردی، چه در میدان اجتماعی، چه در میدان سیاسی، چه در میدان جهانی، خداوند چون این عجزی رو ملامت میکنه، سرزنش میکنه که علیک بالکیس، دانا باش، زیرک باش. شما مثلا جد و جهد رو کردید، بعد از اون مریض شدید، اون موقع تقصیرت نیست. وقتی امتحانه، همه درسات رو خوندید، شب امتحان خدا نکرده مریض شدید، اون موقع میتونی بگی حسبی الله و نعم الوکیل. یعنی وقتی که از قدرت خودت خارجه. چون این احادیثی را که از درار گوهربار پیامبره، اگه مسلمان ها روش فکر میکردن، ابعاد مختلفش رو میفهمیدن، امروز حالتشون غیر از این بود دیگه. تنبلی، تواکل، جبری بودن، خضوع در مقابل غیر خداوند پیش نمی آمد. و همه چی دوستان خواهش میکنم الان زنگ نزنید. آها، اینجا بس که شلوپانی هست. سلام علیکم. بله میگن، ولی نمیدونم چیکار بکنم. میخوای
همین الان میتونم چیز کنم با اجازه شما دوستان این تصویر رو درست بکنم. خب الان من رفتم روی چیز دیروزم اینجوری بکنم چکار کنم الان؟ آره هستش، امتحان کردم، هر کار کردم نشد، یعنی امتحان کردم. الان شما میبینید قبل از هر چیزی این ضبط رو چطوری متوقف کنم؟ نه میخوام ادامه بدم بعدش. پیوز نداره؟ مطمئنی پیوز نداره؟